خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. خجسته نوروز باستانی رو همیهنان گرامی به همه شما شاد باش میگم و این فرمولم خدمتتون نخواهم گفت هیچ وقت، که امیدوارم در سال جدید همه در ایران باشیم. برای اینکه همه در ایران باشیم و برای اینکه حکومت ظلم و جور روزخانها برچیده بشه، باید هزینه پرداختم یعنی رو. باید مبارزه درست و برنامه ریزی کرد. نمیشه با دعا و آرزو یکی از خونریزترین حکومت‌های طول تاریخ میهنمون رو فقط با دعا و آرزو و این چیزا خواهان این باشیم که بر 8000 نفر در سوریه برای رسیدن به حالا هر ایده‌ای که دارن مبارزه کردن، کشته دادن و همچنان مبارزه میکنن. در میهن ما در داخل میلیون ها نفر انسان های شریف در طی این 32 سال گذشته بیشترین هزینه ها رو پرداختن، زندان رو تحمل کردن، شکنجه های وحشیانه و ددمنشانه، زندگی های زیادی نابود شده، عده زیادی از همیهنان ما معلول شدن، زندان‌ها همچنان پره، گنجایش نداره. 4 تا 5 برابر ظرفیت زندان‌ها زندانی داره. اکثریت این کسانی که در زندان‌ها هستن مبارزین و دیگر اندیشان هستن، همیهنان گرامی. نه دزدان و قاچاقچیان و نمیدونم کسانی که چک برگشتی دارن اونطوری که رژیم ادعا میکنه. ولی مبارزه تمام نشده. ولی در خارج از کشور همیهنان گرامی کار سیاسی، نه کار فرهنگی، نه کار هنری، همپای مردم در داخل صورت نگرفته. ما هنوز بعد از 32 سال خوشحالیم که میتوانیم در یک جلساتی جمع شیم، همدیگر رو تحمل کنیم. تحمل کنیم همیهنان، یعنی تو سر کول هم نزنیم. و این برای یه ملت کهنسالی مثل میهن ما، مثل مردم میهن ما تعجب آوره. همیهنان تعجب آوره واقعا. داشتم فکر میکردم امروز راجع به موفقیت ها بیشتر حرف بزنیم تا شکست ها، تا سرخوردگی ها، تا ناراحتی ها. در این چند روز فرصتی برای من پیش آمد که بیشتر در مورد هنر و فرهنگ و نقش زنان در داخل و خارج از ایران فکر کنم و روش مطالعه کنم. همیهنان ابتدا میپردازم به نقش زنان میهنمون. خیلی صحبت کردیم راجع به نقش پیشتاز زنان میهنمون، چه در داخل و چه در خارج. این نسل گذشته فداکاری های در حد میتونم بگم نرمال نه. آقای سامان صدا زیاده. حیرت آور این نقش زنانی میهن ما، حیرت آوره. در هر کجای میهن بزرگ ما و در خارج از کشور اگر زنان نبودن بسیاری از مردان واداده بودن. هم میهنان گرم واداده بودم، این بهترین لغتی است که میتونم بگم.
زنان میهن ما بودن که مردان رو تشویق کردن به ادامه زندگی، به مبارزه، و از صفر شروع کردن و خودشون پیشگام بودن. این زنان ما بودن، همیهنان گرامی، که بچه ها رو با کار و کوشش شبانه روزی چه در داخل و چه در خارج به بهترین مدارس فرستادن، به اونها موسیقی یاد دادن، کار کشنده کردن، ولی بچه ها رو بردن سازهای ایرانی رو براشون تهیه کردن، در اختیارشون گرفتن، قرار دادن و بهترین معلم‌ها رو گرفتن برای اینکه هنر موسیقی ایرانی از بین نره. اونها رو تشویق کردن به درس خواندن بهتر در بهترین مدارس و دانشگاه‌ها، در حالی که خودشون ذره ذره آب می‌شدن از کار و کوشش. من چه در اروپا و چه در اینجا و خبرش هم از ایران دارم، زنان و مردانی که بیشتر تشویق زنان شب و روز جان کندن از جان مایه گذاشتن برای اینکه بچه ها رو به ثمر برسونن. نگاه کنید اینجا نسل دومی ها رو، چه در اروپا، چه در آمریکا، چه در استرالیا، چه در کانادا، در تمام گیتی، هر جا که یه ایرانی هست، نسل دوم و سوم ما رو ببینید چقدر موفقه. اینا همینطور حاصل نشده. در کشورهای مثل آمریکا شما برای که در دانش بهترین دانشکده ها برید باید پولای کلان بپردازید. این پولا همینطور حاصل نشده. این شاهان بیولی هیلز که یه تصویر نادرست و غلطی از ایرانیان عرضه میکنه، اینطوری نبوده زندگی ایرانیان. از صفر شروع کردن، فقط با یک چمدان، اکثریت عظیم، نه همه، با یک چمدان از ایران آمدن بیرون. مشکلات اقامتی داشتن، مشکلات کاری داشتن و همه اینا رو با زجر و ناراحتی پشت سر گذاشتن و شروع کردن یه زندگی نرمال به وجود آوردن با کار شبانه روزی. همینانی گرام و الان شاهدیم. من حیرت میکنم از این همه شکوفایی و پیشرفت در هیچ اقلیتی نیست. همینانی گرام باور کنید نیست. من بارها گفتم این چیزای شوونیستی نیست که ما بگیم ایرانی ها برترن. نه، ما مثل همه ملت های دیگه، ولی ما در از یک فرهنگ متعالی و فرهنگ برجسته برخورداریم. ما سهم عمده داریم در تمدن جهانی و همین باعث شده وجود این فرهنگ و تجربه در برابر هجوم‌های اجنبی و خودی و جانیان و ددمنشان تاریخ در میهنمون آب دیده شده. بلدیم چجوری با جانیان برخورد کنیم و اونا رو در فرهنگمون حل کنیم. حالا اینا میتونن تازیا باشن، میتونن مغولا باشن، میتونن ترکان عثمانی باشن، میتونه روسیه تزاری باشه و یا سوسیالیستی و یا دولت انگلیس یا هر دولت دیگه. حل کردن در تمدن ایران. بنابراین حرفی که شادروان بختیار زد که اینا یک پرانتز در تاریخ میهن ما هستن واقعیت داره. اینا میرن. همیهنان گرامی، این ایرانی که میمونه، این فرهنگ متعالی ایرانی که میمونه، این بچه های جوان ما هستن که ایران آینده رو میسازن. شیشتا روزخان و آخوند و نیروهای سرکوبگر و وحشی و ددمنش نمیتونن یه ملتی رو خفه کنن. میبینید 32 ساله این چماق این ددمنشان بر سر مردم میهن ماست و نتونستن اونا رو خفه کنن. در برابر هر یک نفری که زدن 10 نفر بلند شدن.
چقدر کشتن از این ملت ما، چقدر در شکنجگاه ها شکنجه دادن، چقدر از این ملت رو سعی کردن از صحنه مبارزه دور کنن. هر کس رفت ده ها نفر جاشو گرفتن. زنان ما در طول این 32 سال بیشترین تحقیرها رو تحمل کردن، ولی سربلند بیرون اومدن. دانشگاه ها رو پر کردن. 65% دانشگاه های ایران زنان میهن ما. و این کمپلکس و این ناراحتی ها رو منتقل کردن به رژیم، طوری که رژیم درمانده است. حالا میاد میگه باید ظرفیت بذاریم برای دانشگاه، تقسیم جنسیتی. آمدن 1 میلیون امضایی درست کردن، کمپین 1 میلیون ریختن، جورش بردن، کتک زدن، زندانی کردن، از یک جای دیگه سربلند کردن. 32 سال آزگار اینا نتونستن زنان ما رو به اون راهی که خودشون میخواستن ببرن. داشتم یه گزارشی میخوندم، فیلم جدایی سیمین از نادر، یا نادر از سیمین، در دانشگاه قاهره از طرف اوباش سلفی جلوگیری شد از نمایشش و ده ها هنرمند و کسانی که در زمینه‌های هنری، فرهنگی و سیاسی فعالیت میکنن، از دانشجویان نامه نوشتن و گفتن این شرم‌آوره با فرهنگ مصر. حالا یه عده بیان در دانشگاه، جایی که نسبت به خیلی جاها برتری داره از نظر تفکر و خرد، بیان جلوی یه فیلمی رو بگیرن که جایزه اسکار برده و بزرگترین جوایز بین‌المللی بوده، فقط به خاطر اینکه این فیلم میگن تبلیغ شیعه‌گریه. و بعد نوشتن این فیلم در کشوری ساخته شده که شما نمیتونید بگید بدآموزیه، نمیدونم ضد حجاب و عفاف و از این حرفا داره، چون در اون کشور از شما خیلی افراطی تر دارن حکومت میکنن. درست همین اتفاق در میهن ما میفته. میهن برای تجلیل از جعفر فرهادی، رژیم عقب افتاده ایران اجازه برگزاری یک مجلس ساده رو نمیده. چرا نمیده؟ برای اینکه میترسن، برای اینکه در برابر رهبر روزخانها نمیخوان اینا کسی محبوبیت داشته باشه. این البته خاصیت مستبدین و دیکتاتورهاست همیشه، که نمیخوان تصویر رهبر و اون به اصطلاح پیشوا کسی دیگری هم باشه که رنج اون یه خودی کمرنگ کنه. ولی استقبالی که از فرهادی کردن، عظمت کار فرهادی، برای او تشکیل یک مجلس نمیدونم تشویق فرهادی اصلا نمیتونه مسئله باشه. در هزاران کشورهای دیگه، در مجالس دیگه، در نشستهای دیگه، اگر فرهادی بخواد با میل و رغبت مردم این کشورها استقبال میکنن از کارش. آقای اوباما در پیام نوروزیش میدونید که تبریک گفت در همون زمان به فرهادی، دوباره اشاره میکنه این ملتی که دارای این فرهنگ و هنرمنداش در این پایه ها هستن، این ملت نمیتونه اون چیزی باشه که الان دارن در موردش گفتگو میکنن مقامات جمهوری اسلامی. درست کارا یه جوره. در قاهره سلفی های افراطی عقب افتاده، در افغانستان طالبان با تمام مظاهر کهن و فرهنگی مخالفه، از جمله نوروز. و در ترکیه این جالبه، 2 روز قبل کردهای
ترکیه تصمیم گرفتن به پیشواز نوروز برن. این رژیم ترکیه که قرار بود آقای اردوغان بره جایزه بشریت رو در آلمان بهش بدن، که ده ها سندیکا بود نمیدونم تشکیلات غیر نهاد غیر دولتی اعتراض کردن که آقا این آدم سرکوبگر مطبوعاته، سرکوبگر کورت هاست و دیگر اندیشانه. حالا تو این شلوغ پلوغی مقایسش میکنید با احمدی نژاد و ازش چهره خیلی ممتاز میسازید، این خبرها نیست. ده ها کرد ترکیه رو زخمی کردن، زندانی کردن و سرکوب کردن. تمام راه های منتهی به اون جایی که قرار بود کردها در اربیل جمشن، ببخشید در مناطق کردنشین و در آنکارا جلوشو گرفتن که اینا نتونن برن، ولی مطبوعات نمیشتن صدها هزار نفر رفتن. این جریان مال الان نیست، 50 ساله. ارتش ترکیه درست ایام نوروز که میشه تانک‌ها و نفربرا و هواپیماها و نمیدونم هلیکوپترها رو راه میندازه، جلوی برگزاری نوروز رو وسیله کردهای ترکیه بگیره، ولی موفق نمیشه. 80,000 نفر در جنگ میان کردها و دولت بسیار پیشرفته ترکیه از دو طرف، هم کردها هم نیروهای نظام، کشته شدن همینان گرام. و بیشترین این کشته ها علاوه بر اینکه کردها خود مختاری میخوان، مسئله نوروزه. هر بار که نزدیک نوروز بوده در ورق پیچیدش مثل مصر، مثل ترکیه باشه یا جمهوری اسلامی، جمهوری جهل و جنون یا حکومت وحشی طالبان که به هر دو میخوره، البته فرق نمیکنه همینان گرامی، فرق نمیکنه. همه اینا با شادی، با خوشحالی، با جشن و با سرور مخالفن، و بعضیاشون هم ناسیونالیزم کور مثل ترکیه اجازه این کارا رو نمیده بهشون. حالا داشتم این بحث رو میکردم که در تمام زمین‌ها، در زمین‌های هنری شما پیدا نمی‌کنید یک اقلیتی رو که هنوز 10 سال از اقامتش در خارج از کشور گذشته بتونه یه جشن ملیش رو جا بیندازه و به عنوان یک جریان جدید و فرخنده و شاد در اون کشورها جشن گرفته بشه. هنوز 10 سال نگذشته بود از هجرت بزرگ ایرانی ها، از این مهاجرت عظیم در طول تاریخ ما بی نظیر بوده، این مهاجرت فرار از دست وحشی ها و اون مردمی هم که در داخل موندن فریاد و فغانشون به آسمان میره. اما من در آلمان میگم 10 سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی که قرار بود برای مردم ما آزادی و بهار آزادی رو بیاره، حالا چکمه پوشیدن هم جلوشو میگیرن. در یکی از بزرگترین سالن‌های شهر کل، فیلارمونیک شهر کل، که فقط به چند دسته به خصوص که در حد عالی هستن اجازه برگزاری در فیلارمونیک کل داده میشه، ولی ما میبینیم شجریان میره اونجا، سیما بینا میره درش کنسرت برگزار میکنه، شهرام ناظری اجرا میکنه، همایون شجریان میره، و صدر اعظم آلمان نوروز رو تبریک میگه، و رادیوها و تلویزیونهای آلمان درست میدونید اینا زمانی که وارد بهار میشن اعلام میکنن که هم اکنون در ساعت مثلا مثل دیشب ساعت 10 به وقت ما 10 و نمیدونم 14 دقیقه و فلان وارد بهار شدیم. اونا میگن وارد بهار شدیم. در ضمن میگن این یکی از بزرگترین اعیاد ایرانی هاست، یعنی ایرانی ها بزرگترین عید ایرانی هاست و کردها
و همه کشورهایی که در یک زمانی زیر پرچم ایران بزرگ بودند، آذربایجان، ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان، هند، پاکستان، عراق. و این جالب همین الان گرفت، هیچ کسی دیگری، هیچ نیر دسته دیگری، هیچ کشوری دیگری، هیچ اقلیت دیگری در جهان این تأثیر رو نذاشته. این حکومت عقب افتاده ددمنش جمهوری اسلامی اگه هزاران بدبختی برای ما وجود آورده، یه خوشبختی داره، و اون اینی که فرهنگ ایران و هنر ایران رو جهانگیر کرد، جهانیش کرد. از سعدی و حافظ رو نمیدونم خیام بگیری تا مولانا و تا بیایم به موسیقی ایرانی، تا بیایم به نقاشی ایرانی، نقاشان ایرانی، مجسمه سازان ایرانی، ببینید چه خبره. یه تابلوی حسین زندرودی رو در دبی بالای 1,500,000 دلار میخرن، یا مجسمه های تناولی رو بالای 2,500,000 میخرن، و ده ها نقاش دیگه. من به طور سمبولیک از بردم. و یه زمانی از بزرگترین جوایز جهانی رو میدن به آقای شجریان، میدن به ناظری، میدن به همایون شجریان، میدن به خوانندگان دیگر ایرانی. بعد فیلم ایران، صنعت سینمای ایران، ده ها هنرمند ایرانی در این فستیوال های جهانی فیلم جایزه میبرن و فیلماشون به عنوان فیلم برتر شناخته میشه. حالا اگه بخوام اسم ببرم باید یک فهرست طویل رو برای شما بگم، و اینا همش ارزش داره. داشتم یه فیلمی رو نگاه میکردم در یک گوشه نمیدونم دور افتاده ایتالیا، یه دختر ایرانی در اونجا درس میخونه، به دلیل که در روم گرون بوده زندگی، نمیتونست اونجا تحصیل کنه، بلند شده رفته در یک دهکده‌ای، در یک گوشه دور افتاده عدد ایتالیا که نزدیک باشه به یه شهری که بتونه بره دانشگاه. در اونجا رفته گروه کور درست کرده و ترانه‌های ایرانی رو میخونه. شما وقتی که این برنامه‌های تلویزیون‌هایی که مقدورات مالی دارن، مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، که اینا رو نگاه می‌کنید، از گوش و کنار دنیا هنرمندان دختر و پسر، بیشتر دخترها رو. همین امروز رعنا منصور، یه دختری بود در صدای آمریکا، به مناسبت برنامه‌های نوروزی صدای آمریکا من داشتم نگاه می‌کردم، این آهنگی از فرهاد رو میخون، حیرت آور. همین یعنی نزدیکترین صدا و زیباترین صدا، نه از نظر صدا، از نظر درست خوندن، به این دو سه تا ترانه‌ای که از فرهاد خوند، این رعنا منصور خوند. با چه زیبایی پیانو هم میزد، هم پیانو میزد و هم میخوند. ده ها هنرمند زن رو ما میبینیم، یا سیما بینا که همشهری خود منه در شهر کرد، دیروز یه برنامه یک ساعت و نیمه ازش، آدم حظ میکنه همیانانی، میگه جلوی منه گرفتن، من اومدم تو خانم در تهران و گفتم خب همه ی زندگی من رو گرفتن، من هنرم خوانندگی بوده، من ممر درآمدم خوانندگی بوده، حالا ناگهان یه رژیمی آمده به من میگه آقا تو اجازه نداری بخونی، من خفه کرده. ولی من خفه نشدم، آمدم تو منزلم کلاسای موسیقی گذاشتم، با استقبال روبرو شد، کنسرت خانگی گذاشتم، بلیط فروختم، و بعد خانم پریسا و خواننده های دیگر همین کار کردن. چون در حکومت جمهوری اسلامی صدای زن تحریک کننده است. به قول استاد بزرگ شجریان،
میگه این خیلی عجیبه که در خواندن مردها زنا میتونن شرکت کنن ولی همین زنا اجازه ندارن بیان بخونن. حکومت از این عقب افتاده تر میخواین؟ من بارها گفتم، هزار بار دیگه هم میگم، شما تو این بیغوله های فیضیه های قم و نجف و مشهد و هر جای دیگه، حالا که وضعشون خوب شده همه ماشین ضد گلوله سوار میشن این روزخانه، ولی زمان گذشته اتاقای نمور کثیف سر یه تکه نان با هم دیگه کتککاری میکردن، حالا چه کثافتکاری های دیگه بگذاریم. شما هرگز یه تابلو دیده بودید، یه نور زیبا دیده بودید که اینا از خودشون خلق کنن، مثلا یه پنجره بذارن نور بیاد تو اون اتاقا، یه ساز دیده بودید که یه دونه از این ملاکا از اینا که تو قالب بودن برای اینکه بعدن روزخان بشن، دیده بودید اینا گیتار بزنن یا یه سازی رو دنبک بزنن یا نقاشی کنن؟ هیچ وقت، هیچ وقت، چون اینا از هنر بیزاره. یکیشون بود که پیپ میکشید و آواز میخوند و ستار میزد و به قول آقای اسدی تو زندان نماز میخوند گریه میکرد. همین آدم وقتی به قدرت رسید پیپ و بقیه مسائل رو تو منزل داره انجام میده با بهترین محصولات، ولی میگه ساز و ساختنش رو، استفاده کردن ازش رو و تعلیم دادنش و یاد گرفتنش همه در اسلام حرامه. یعنی نشون داد که این آدم ذاتش چیه، اونم برای اینکه در مشهد بزرگ شده بود. خب در اونجا میدونید مثلا ما بهترین هنرمندانمون در اونجا بودن دیگه، استاد شجریان، سیامک شجریان، نمیدونم خیلی ها، خیلی از هنرمند، حمید متبسم، همه اینا از مشهد و خراسان اومدن. و خب یه شهری مثل اصفهان که درش موسیقی، این آقا هم رفته بوده اونجا برای اینکه خودش جا کنه، به عنوان آخون میشسته ستار میزده و آواز میخونه. پرویز مشکاتیان، استاد بزرگ سنتور، شادروان. بعد به محض اینکه به قدرت میرسه این آدم زیر و رو میشه، عوض میشه. منظورم اینه، همین الان از این آدم ها شما توقع هنر دارین؟ اینا با آتش چهارشنبه سوری مخالفن، میگه این خرافه است. چیا از خرافه صحبت میکنه؟ از زنجیر زدنشون رو نمیدونم، قمه زدنشون رو، چای جمع کردن، اینا رو خرافه نمیدونن، ولی از پریدن روی آتش خرافه میدونن. آتش برای ایرانی ها مقدس بوده، نه قابل پرستش. ما که سردوش رو داشتیم، ما که به قول اینا موحد بودیم، خدا رو قبول داشتیم. ایرانی ها خدا پرست بودن، جز اولین کشورهایی بودن که خداوند رو میپرستیدن و قبول داشتن، خدا پرست بودن. زمانی که اینا به اسم این که میخوایم اسلام رو ترویج بدیم حمله کردن، ما جز کفار نبودیم که. حالا میبینید که جز قانون اساسیشونه که یهودیت و زرتشتی و نمیدونم مسیحی جز موحدینه، جز خدا پرستانن، کتاب مقدس دارن، بنابراین حمله کردن به میهن ما. حالا دارن میگن این آتش پرستیه. اینقدر اینا شعور ندارن که بدونن آتش همه پلیدی ها رو از بین میبره. آتش روشناییه، روشناییه، زندگیه. اگر آتش نبود زندگی بشرم نبود، ولی اینا شعور ندارن اینو. آخه وقتی که یه فرمانده ارشدشون سردار نقدی و اون قوچری فیروزآبادیه، مغز متفکرشون آقای اکبر، علی اکبر رفسنجان، چرچیلشون اونه،
یا مثلا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور انقلابیشونه که اومد شهردار تهران رو خراب کنه، کل رژیم رو کثافت زد، گفت در صندوق ارزی یک دینار هم وجود نداره، یک دینار. یک گزارش داشتم خیلی جالبه همینان گرامی، تا شما بدونید که در این صندوق ارزیه که آقا میگه صفره، ببینید چقدر پول بوده توش همینان گرامی. اینو گزارش پیکنته. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قبلا اعلام کرده بودن که دولت از حساب ذخیره ارزی به عنوان قلک دولت استفاده کرده و هر جا که نیاز به منابع داشته از آن برداشت کرده. حالا نگرانی حکومت از آن است که دولت دست بگذارد روی صندوق توسعه ملی. طی سالهای 1384 الا 1388 دولت 100 و گوش کنید همینان میگم 108 میلیارد دلار، 108 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده. اینا گزارشات پیکنت نیست، گزارشات که از داخل اومده، روزنامه های سرمایه و اینا در داخل نوشتن یا نماینده های مجلس خودشون گفتن. بعد آقای رهبر رئیس روزخانها در پیام نوروزیش فروردین 1391 رو سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده. درست سال قبل سال جهاد اقتصادی آقا اسکوزشون رئیس روزخانه، ولی در همین سال جهاد اقتصادی 3.5 میلیارد دلار که در تاریخ بانک‌های جهان نه ایران این همه برداشت غیرقانونی، یعنی دزدی سابقه نداشته، در سال جهاد اقتصادی آقا این کار کرده. و امسال در حالی داره میگه تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی که 80% کارخانجات ایران ورشکستن، همینان ایران ورشکسته، از قند، شکر تا کوچکترین چیزایی که مورد نمکدون، اینا از چین داره وارد میشه، از تایوان وارد میشه، از مالزی داره وارد، بیشتر البته از چین، از بنگلادش، از پاکستان. تمام کارخانجات تعطیله، میلیون ها کارگر ایرانی بیکارن یا حقوق نگرفتن. آقای محجوب نماینده قلابی کارگران در طویله مجلس گفته که با رأی دادن به این ماده، حالا توضیح میده که ماده چیه، حالا بذاریم براتون از ایلنا بخونم، گزارش خبرگزاری ایلنا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس پس از 2 روز بحث و جدل بر سر ماده 10 قانون وزارت نفت، ماده 11 این قانون را بررسی کردند که محجوب نماینده مردم تهران در این رابطه به عنوان مخالف صحبت کرد. علیرضا محجوب در رابطه با این ماده گفت با این ماده وزارت نفت از دولتی بودن خارج می شود و ما نیز این شرکت را شرکت ملی می دانیم. وی در ادامه گفت اگر با ضوابط مناقصه و قوانین در این زمینه مشکل داریم باید قانون را طوری بکنیم که هم. حالا میخوام اینو بگم، میگه اگر نمایندگان به این ماده رأی بدهند، 10,000 کارگری که در این صنعت فعالیت میکنند در رابطه با رأی نمایندگان به این قانون از کار بیکار میشن. این نماینده کارگران در مجلس قلابی شورای اسلامی، در طویله شورای اسلامی میگه. وی در ادامه تصریح کرد باید اصلاحاتی را که در این مجموع اتفاق میافتد را اصلاح کنی و تمامی موارد را به نیروی کار ایرانی واگذار کنی. اینو میخواستم بهتون بگم. عدیانی راد یه نماینده دیگه
در ادامه با اشاره به 200 حفاری فعال در کشور عراق گفت اگر ایران بخواهد به تنهایی حفاری ها را انجام دهد 2 سال طول خواهد کشید و در طی این 2 سال تاراج ملی انجام می شود. دغدغه ما نمایندگان برای مردم ایران باید باشد. البته شوخی می کنه. وی در ادامه افزود اکنون 50% نفت و گاز ما در میادین مشترک به تاراج می رود و دنیا دارد این مسائل را رصد می کند. حالا یه چیزی دیگه جالب براتون بگم همینانی گرامی. در اسرائیل دو تا اسرائیلی انسان یه صفحه فیسبوک درست کردن و ابراز همبستگی کردن با مردم ایران و از این که احتمال داره جنگی بین ایران و اسرائیل اتفاق بیفته و ابراز انزجار کردن و گفتن مردم ایران، ما نماینده مردم اسرائیل نیستیم ولی اکثریت مردم اسرائیل معتقدن که مردم ایران دوست داشتنی هن و نباید بمب بر سر اونها ریخت. اگر احمدی نژاد و اون کسانی که در ایران نشستن دست به تهدید میزنن و حرفهایی میزنن که نشون میده نماینده مردم ایران نیستن، اون کسانی هم که میخوان بمب رو سر شما بریزن از قول همه مردم اسرائیل صحبت میکنن. این حرفا رو در یه جای مخفی نگفتن، در رادیوی ارتش اسرائیل گفتن و این صفحه فیسبوک اینا هزاران نفر از داخل ایران و از داخل اسرائیل و تمام جهان به این نهضت پیوستن، طوری که این دوتا زوج اسرائیلی گفتن ما از شوق همینطوری داریم اشک می‌ریزیم و تعجب می‌کنیم از این استقبال بزرگ. من داشتم نگاه می‌کردم صفحه فیسبوکمو، دیدم که یه خانم به اسم ریتا ایرانی الاصله، در اسرائیل یکی از محبوب ترین خواننده های اونجاست و این دختر ایرانی الاصل ترانه های ایرانی رو میخونه در این حال که ترانه های اسرائیلی رو بسیار زیبا میخونه و جز خوانندگان درجه یک اسرائیله. اما اینم بگم چند نفر از ایرانیان مقیم اسرائیل باشون مصاحبه شده، این گزارش رو خانم میترا فرهمند از اسرائیل فرستاده بر رادیو فردا، گفته من با اینا صحبت کردم، اینا گفتن ایران سرزمین مادری ماست و اسرائیل سرزمین پدری ما، ما هرگز نمیخوایم ایران مورد تجاوز قرار بگیر و گفتن به زودی از طرف ایرانیان مقیم اسرائیل تظاهرات بزرگی برپا میکنیم بر علیه بمباران ایران. حالا گفتم این خانم ریتای ایرانی الاصل 2 تا ترانه امروز من انتخاب کردم برای نزدیکی بیشتر مردم اسرائیل و مردم ایران و این یادآوری رو بکنم که نه مردم ایران و نه مردم اسرائیل هرگز نسبت به هم کینه نداشتن. ما سابقه تاریخی حداقل 2700 سال داریم و کوروش یکی از مقدسینه مردم اسرائیل. اولین ترانه ای که از خانم ریتا براتون میخوام پخش کنم تو این برنامه عزیزان گرامی، ترانه ایست که از شادروان پوران خانم ریتا خونده، گوش کنید چقدر زیبا خونده. عزیزان گرامی دیدید چقدر زیبا خوند؟ این نشونه احساس مسئولیت در برابر بقول اون اسرائیلی ایرانی الاصل در برابر مادر وطنه. این بچه ها رو ببینید، نسل دوم سومی هن که تو اسرائیل بزرگ شدن ولی خاطره ایران هیچ وقت از خاطر اینا فراموش نمیشه. یکی از زیبایی های نوروز ما اینه که نوروز مذهبی نیست، اینو همه میدونید، یهودی های ما، مسیحی های ما، زرتشتی های ما، باهایی های ما، همه مسلمان های ما، سنی هامون، شیعه هامون،
همه این جشن بزرگ ملی رو میگیرن، متعلق به خودشون میدونن. یه داستانی تا اون یکی نوار دیگه آماده بشه، من چون تصمیم دارم این دوتا نوار در این روزهای بسیار خطرناک که امیدوارم هیچ وقت پیش نیاد و میهن ما مورد تجاوز قرار نگیره، اگر چند تا آدم‌های عقب افتاده، آدم‌های سرکوبگر، ددمنش که می‌بینید با ملت ما دارن چه کار می‌کنن، اگر قرار بشه در دنیا خطر درجه اولو ببینید، اینا برای میهن ما دارن. ببینید چه کردن در عرض این 32 سال. قبل از این که خطر جهانی باشن، فریاد ملت ما از دست اینا بالا بود. من امیدوارم همه اون کسانی که فکر میکنن با حمله کردن به ایران، ایران رو به مسیر درست میارن، اشتباه میکنن. اشتباه میکنن. اشتباه بزرگ. و من در یک همچین روزهایی، در این روزهای فرخنده، آرزوم اینه که هرچه بیشتر ایرانیان که در اسرائیل هستن و اسرائیلی هایی که بسیارشون انسان های شریفی هستن، در برابر این نوع صحبت ها و حمله به ایران عکس العملشون بدن. در داخل که ما میدونیم بعض مردم ما با اینها چیه، با این حکومت خونریز عقب افتاده. گوش کنیم به دومین ترانه، شادوماد، از همین خانم ریتا. خب همینان گرامی، دو تا ترانه رو از خانم ریتا، هنرمند اسرائیلی ایران اصل، رو شنیدید. من یه پیامی هم دارم برای بچه های خودمون، برای جوان ها، دختر و پسر در داخل ایران. بچه ها، ایران متعلق به شماست، شما نسل آینده. این رژیم با سرکوب، با کشتار، با اعدام و با ددمنشی نمیتونه شما رو و فرهنگ ایران رو و میهن بزرگ ما رو قبرستان بکنه. شما در عرض 32 سال گذشته، حالا نسلهای جلوترتون تا به حال، نشون دادید که به گذشته کهنتون برگشتید، به مدرنیته اعتقاد دارید و به یک حکومت سکولار، حکومتی که مذهب درش دخالتی نداشته باشه. شما نشون دادید که ملت متمدنی هستید، از یک تاریخ درخشان برخوردارید، جهانیان رو به حیرت انداختید و این کپی غلطی که در کشورهای اسلامی از تجربه شما به وجود اومده، که از چاه در اومدن به چاله دارن میفتن یا برعکس از چاله به چاه، تنها کشوری که به زودی، من امید دارم برای همیشه، این روزخانها رو به زبالدان تاریخ به درستی میفرسته شمایی، چون به شما اعتقاد دارم، چون به قدرت شما اعتقاد دارم و به سازندگی و کارایی شما اعتقاد دارم. بنابراین ایران ما همچنان سربلند خواهد بود. اینها پرانتزن، اینها میرن، ایران باقی میمونه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.